درود و وقتتون بخیر. فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره اصلاح نظام انتخابات سرانجام پس از 50 روز انتظار از کمیسیون‌های مجلس بیرون شد و در آجندای نشست عمومی دیروز جا گرفت. اما به علت اختلاف دیدگاه‌ها میان اعضای این مجلس، کار این فرمان به نشست‌های آینده واگذار گردید. برخی بدین باورند که ارگ می توانست بر اساس همین فرمان انتخابات را برگزار کند و از طرف دیگر ارگ را متهم به مشکل آفرینی می کنند. حالا سوالاتی که مطرح میشه، واقعا ارگ نمی خواهد که اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی بیاید؟ و سوال دیگری که حالا مطرح میشه، آینده دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی چه خواهد شد؟ من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه پس از خبر و بیشتر در همین مورد تا دقایق دیگر با مهمانانم بحث خواهم کرد. در این برنامه پس از خبر بانو آصف شاداب عضو مجلس نمایندگان و آقای محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد تیفا با ما هستند. خیلی خوش آمدین و لطف کردین، تشریف آوردین. با شما حس میکنیم بانو، چرا دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی تایید نشد؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت ایوبزاده صاحب، شما و همکارای تکنیکی، بیننده های عزیز تلویزیون، رمضان بر همه عزیزا خوش بگذره. فرمان تقنینی در رابطه به انتخابات، اصلاح انتخابات، متاسفانه بسیار دیر هنگام و خارج از چوکات قانون بر ما مواصلت کرد. گرچند که زیاد کسا علاقه داشتند که فرمان در این ازی که رئیس جمهور وعده دادن به جلسه مشترک که با شورای ملی داشت، ایره بعد از تقریبا دو هفته روان کردن که خودش خارج از عموم میعاد قانونی هست. یک مورد دیگر در این فرمان، آنچه که ما آرزو داشتیم کدام چیزی بالاتر از قانون انتخابات، چیزی که در قانون انتخابات تسجیل هست، چیزی اضافی نبوده به جز اینکه دو نفر خارجی را باز هم اینها اضافه کردن و یک خانم را از بخش کمیشنرا کم کردن که این هم ارج دادن به حقوق زن در افغانستان هست. اما این قانون 50 روز در مجلس نمایندگان در کمیسیون ها چکر زد. خب چون قانون نه، فرمانی که آمد متاسفانه بی وقت آمده بود، کسی علاقه به این نگرفت که چون از همو وقت تعیین شده که قانون برای فرامین در کدام هنگام صادر میشه از طرف رئیس جمهور در حالات اصرار و استعجالیت موضوع، ما علاقه به این داشتیم که همو فرمان قبلی که روان کرده بودن مورد تایید اگر واقع میشد، چون در وقت زمانش بود، یعنی ما یک سال با مو ختم کار ما هم باقی بود در او فرمان و ما کسی بودم اتفاقا در او فرمان زیاد تلاش کرده به حساب کار در کمیسیون ها بالای از او بسیار زیاد زحمت کشیده بودیم. در مجموع کمیسیون تفتیش مرکزی زیاد علاقمند به این بودند که مو فرمان باید رای بگیرم که متاسفانه رای نبود و فرمان دومی برخلاف وقتی که قانون برش تعیین کرده آمد و این در حقیقت حالتی هست که ما در سال ششم کاری، سال امتیازی بگویم و یا هر چیزی که عنوان بتیم برش، مثلا چه مورد عنوان میتین شما؟ خب باید حکومت مسئولیت خود را به وقت زمانش انجام میداد و انتخابات را مطابق قانون انتخاباتی که ما داشتیم. حالا عنوانی که شما میتین چه هست؟ و فعلا خب این اگر بگوییم که برای ما وقت تعیین میکردن، فرضاً یک سال دیگه این شورا حق داره که کار کنه. این یک چیز برخی که کار شما را غیر قانونی میخوانند، نامشروع. خب این که میدانن او
چون دموکراسی هست یا آزادی بیان دموکراسی خود در افغانستان متاسفانه در خفقان بسر میبره. آزادی بیان بعضی حرفایی را از این قبیل داره که بگوین که فراقانونی یا غیر قانونی یا نامشروع، اما ما یک بخش کار خود را به نظر شخص خودم که در قانون اساسی معادلت بر این که یک نهاد انتخاباتی با خود در پی خود داشته باشه چی هسته؟ ما در پارلمان به خوش خود انتصاب شده نیامدیم. هر کاری بوده که حکومت کرده؟ بله. پس حالا اگر دوباره مطابق قانون اساسی اگر به فرمان تقنینی برگردیم بانو، چرا 50 روز فرمان تقنینی در کمیسیون های مختلف مجلس مان و شما حالا از خارج بودن چوکات قانونی سخن زدید؟ فکر نکنم که 50 روز باشه، به خاطری که تقریبا دو ماه شده بود که رئیس جمهور با ما جلسه مشترک داشتن و در اونجا برای ما گفتن که ما براتان فرمان روان میکنیم و شما او را تصویب کنین، در حالی که قانون انتخابات داریم. این فرمان کدام چیزی که شفافیت را به وجود بیاره وجود نداشته، بلکه ناراحت کننده یه هست که اگر این فرمان از طرف رئیس جمهور، چون حق رئیس جمهور هست و میتونه فرمان را خودش مریال اجرا قرار بده، اگر این فرمان روی دست گرفته شوه و به اساس از این کار شوه، شاید اونمو 50-50 را تکمیل بکنن بزرگا و کدام کاری هم در حد شفافیت در انتخابات صورت نمیگیره. انتخابات در صورتی شفاف بوده میتونه که سایت های انتخاباتی مشخص، رای دهنده ها نام هایشان ثبت و سرحدات ولسوالی ها و ولایات مشخص و حتی گفتم میتونم که اگر تذکره الکترونیکی توزیع میشد شفاف ترین انتخابات را میداشتیم که با این تغییر و تبدیل عوض کردن شخصیت ها و چهره ها ما نمیتونیم که انتخابات شفاف را در خواب هم ببینیم. ممنونم. آقای عبدزاده، فرمانی که حالا فرمان دومی رئیس جمهور خارج از چوکات قانون به مجلس نمایندگان موصلت کرده، واقعا این چنین بوده؟ به نام خداوند، سلام خدمت شما، خدمت وکیل صاحب و بینندگان عزیزی که ما را تماشا میکنند. من شخصا احترام دارم برای وکیل صاحب، اینا شخصیت خیلی خوب هستند، ولی در بحث مسائل کاری نیاز است که واقعیت را برملا کرد. حالی واقعیت ها چه هست؟ صدها انسان امروز شب برنامه ما را میبینند و حتما قضاوت خودشان هم دارند. بحث حقوقی قضیه، ایشان توجه کردن به قید زمانی ماده های قانون اساسی. اگر بحث قید زمانی ماده های قانون اساسی باشه، من فکر میکنم پارلمان هم نقص کرده. اول شروع کنیم از ماده 83، زمان پارلمان تکمیل است از نقطه نظر قید زمانی، ولی بعض گفته شده که تا برگزاری انتخابات یا نتیجه اعلام بشه. بریم به ماده 79 که صلاحیت داده برای رئیس جمهور که در مدت 30 روز فرمان صادر کنه، در جریان رخصتیا صادر کنه و در مدت 30 روز به فرستاده شود به پارلمان کنه تصویب کنه. ولی بر بگردیم بر ماده 97 قانون اساسی، گفته شده که شورای ملی یعنی وکلا تر تعدیلی که میه از آدرس حکومت یا فرمانی که میه بیشتر از یک ماه به تاخیر مواجه نشه. قید زمانی را هم حکومت نقض کرد، هم پارلمان نقض کرده. و اگر بریم میار خود قید زمانی برای ماده های قانون اساسی قرار بدیم، این نقض کردیم، قانون زیر پای شد. ولی اگر بریم برای تصویر کلی ماده قانون، باز برمیگردیم به اینکه چه باید کرد و دلیلش هم همین است که امروز پارلمان ادامه داده. اگر نی از نقطه نظر قید زمانی نباید ادامه میداد. پس میایم سر تصویر کلی ماده قانون اساسی که چی میگه. ماده 79 وقتی که فرمان صادر کرد در جریان رخصتیا رئیس جمهور فرستاد، چند روز تفاوت کرد برای که امو 30 روز پورا نکرد. خب باید پارلمان امروز اینا تصمیم میگرفتن، دو روز بعدش، سه روز بعدش، چهار روز بعدش میگفتن ما ایره نمیپذیرن، دلایلی که داشتن این مشکل داره یا فرمان هست یا این است آن است، تمام دلایلی که داشتن امروز وقت کافی هم داشتن و میتونستن این مسئله تثبیت کنن. مسئله دوم، بعد از فرمان یک جلسه کمیته گزینش صورت گرفت که من مصفش بودم. نموجه دو رئیس مجلس هم بود، جناب آقای ابراهیمی و آقای مسلمیار. اونا
پذیرفتن این مسئله را و تعهد کردن که فرمان تصویب میکنند. مسئله حل شد و مشکل حقوقی به باور ما که زیاد وقت میشه این مسئله بخش انتخابات در بیرون و داخل کشور کار میکنم، مشکل حقوقی وجود نداره. بحث کانتنت یا محتوای فرمان برتان میگم، محتوای فرمان درست است که زیاد جالب نیست، ولی اصلاحات تنها وابسته به این فرمان نمیشه. این فرمان تصویبش آغازگر اصلاحات است. تغییر افراد، جمع اصلاح کارشیوه ها، جمع اصلاح چارچوب حقوقی، هر دو قانون انتخابات، جمع شیوه مدیریت، جمع تغییر میکانیزم های استخدام برای مسئولین ولایتی، بحث استفاده تکنولوژی، بحث تهیه لایسنس را دهندگان، تماما این بسته اصلاحات انتخاباتی است که ما نباید تنها اصلاحات محدود به قانون تشکیل صلاحیت ها بسازیم و محدود به تغییر افراد بسازیم، اما ناگفته نباید گذاشت که ابتدای اصلاحات به باور من که در انتخابات کار کردیم و کار میکنم و در بخش اصلاحی چندین نسخه نوشته کردیم و همکار بودیم، ابتدای کار شروع میشه از افرادی که مجریان عملی سازی موارد اصلاحی در یک نظام و در یک ساختار هستند. ما اگر این موفقیت نداشته باشیم در این فرمان، چگونه ممکن خواهد بود که ما بریم مسائل دیگه اصلاحی را وارد کنیم به چارچوب حقوقی و به ساختار انتخاباتی؟ و اگر ما این را برای افراد فعلی ببریم، اونا شاید اول یک توهین باشه برشان که ما چه ضعفی داریم که ما خود اصلاح کنیم، ما مسائل اصلاح کنیم، اونا شاید اصلاحات نپذیرن. پس منطق اصلاحات یکی از شاخصه هایش همیست که افراد جدید، کارفهم، صادق، متحد، بی‌طرف، مسلکی، مبتکر عملی سازی اصلاحات در بخش های مختلف انتخابات باشه. بانو شده این فرمان حالا آغازگر اصلاحات است از یک طرف، و از طرف دیگر خودتون هم ناقض قانون هستین. خب من فهمیدم که ناقض قانون بودن یعنی چی؟ خود ما شخصا آنچه را که آقای ایوبزاده گفتن چه جوابی به اینا دارین؟ شخصا من خودم ناقض قانون، البته هم نمایندگان را گفتن پارلمان بکرنه بگم که من خواهی نخواسته نشه کدام کار غیر قانونی انجام داده باشم. به هر حالتش پارلمان یک نهاد انتخاباتی هست. پارلمان کسی از طرف اولسی جرگه البته از طرف کسی انتصاب نشده اعضای ازی، و فقط انتخابات هست سرنوشت اولسی جرگه را تعیین میکنه که متاسفانه کار پیش برده پروسی انتخابات مربوط حکومت هسته و پارلمان در هیچ گونه مقصریت نداره و ناقض بوده نمیتونه. پس حالا مقصر کی هست؟ چون حکومت هست. چرا حکومت؟ مطمئنن من براتان میگم که چرا با وقت زمانش انتخابات را برای ننداختن. همیشه ما گفتیم از روز اول که حکومت جدید در حتی در وقت حکومت آقای کرزی که آخرین روزهای از او بود که رئیس مجلس گفت که ما میخواییم که پروسی انتخابات را از این وقت در موردش فکر شوه، جدا ما میخواییم انتخابات شوه. و اما یکی از مواردی که در من خودم من حیثی یک وکیل ملت که خدای نخواسته ناقض قانون نباشم، من از حکومت بارهای بار تقاضای معمی بوده که ما میخواییم که هرچی عاجل انتخابات برای انداخته شوه. او یک سال قبل ما یک امنیت نسبی داشتیم که باید انتخابات میشد، اگر حکومت انتخابات را علاقه به برگزاری انتخابات میداشت. اما امروز بیاین به امروز بپردازیم. امروز چرا جنجال؟ امروز از روز دیگه بدتر میشه و حکومت علاقه به برگزاری انتخابات نداره. بنابرای قوانین، فرامین و موضوعات بی وقت و بی زمان خود را میفرسته به طرف پارلمان و یا ای که به اصطلاح امو برف سنگین بام خود را بالای خانه ملت می اندازه. این فرمان حق رئیس جمهور هست. رئیس جمهور می تونه که فرمان خود را نافذ بکنه، مطابق از او دست به کار شوه. هیچ گونه یعنی نیاز به تصویب پارلمان هم نیست؟ بله بله، این حق هر رئیس جمهور است. یک مسئله موضوعی که من بسیار علاقمند بودم که گفتم در قبل در فرمان قبلی من بسیار با جدیت کار کرده بودم امرای دوستا و کارت سبز هم داشتم، متاسفانه به این من موفق به این نشدم که نتیجه از او اگر
فرمان اجرا می شد یا تصویب می شد رأی مثبت را می گرفت. نتیجه به این که فعلا امی کمیشنرهایی که در کمیسیون انتخابات هستند، اگر اینها مرتکب تقلب شدن، چرا مورد پیگرد قرار نگرفتن؟ چرا محاکم ثلاثه بالای از اینا تصمیم نگرفت؟ تا به حال ما قانون شما اگر بگیم که قانون مردم آیا این سوال را از حکومت کردین؟ قانون... شما پیگیری کردین این مورد را که حالا شما سوال میکنید؟ بلکل بلکل بله جواب همیشه... چه بوده به شما؟ همیشه خب جواب جز سکوت و فرستادن فرمان پیگیری های... نکردین پس؟ خب پیگیری در حد پیگیری هست. ما نمیتونیم که حکومت را یا رئیس جمهور را مؤاخذه کنیم، برای ما این صلاحیت را قانون هم نداره. اما پیگیری بنابرای... موارد که صلاحیت شما هست، پیگیری ما ادامه داره تا به حال را هم و امور روزی که جلسه مشترک هم با رئیس جمهور داشتیم، رئیس مجلس از ایشان خواست که هرچی عاجل انتخابات را برا پرتن. یکی علاقه حکومت نیست، پس پارلمان نه ناقض قانون بوده میتونه و نه هم مجری پروسه انتخابات بوده میتونه. یعنی شما ایره بازی ارک میخوانین بنوی؟ بلکل ما جز ای کدام فکری هم در این مورد کرده نمیتونم، به خاطر ای که ارگ میتونه انتخابات را همین اکنون تقویم انتخاباتی را ابلاغ کنه و بعدش هم بره به طرف انتخابات. اگر انتخابات میشه نمیشه این مسئولیت مربوط ارگ هست، اگر انتخابات میشه نمیشه این مسئولیت مستقیما قانون اساسی این صلاحیت را برای رئیس جمهور افغانستان داد. ما فرمان، خب موضوعاتی که در فرمان بسیار جالب بود، خب پیشتر عرض کردم که یک خانم را از جمع کمیشنرها حذف کردن و دو تن از خارجی ها را در کمیسیون داخل ساختن و ضمناً در کمیته گزینش هم رؤسای مجلسین را آوردن. اینها شما فکر میکنید که شفافیت را در یعنی عین فرمان قبلی هست؟ تفاوتی نداره. ممنون. در قانون انتخابات هم عین موضوعات وجود داره. پس ما قانون را داریم، به اساس قانون رئیس جمهور میتونه که انتخابات را براه بندازه که این کندی کار از طرف حکومت هست نه پارلمان. و بار دیگه هم من میگم که پارلمان افغانستان ناقض قانون بوده نمیتونه، به خاطر که قانون اساسی به صراحت گفته در فقر ماده 83 که بعد از ابلاغ نتایج پارلمان اعضای جدید میان به پارلمان. موافق هستین آقای ابزاد ابان چه که بانو شاداب گفتن؟ حالا که میخوایم بگویم که معنی منطق سه قدرتی که از در نظام دموکراتیک و در افغانستان قوی اجرای مقننه و قضایه از وجود انسان گرفته شده، اجرای اجرا میکنه، مقننه کسی هست که ترم میده کارشیوه ایجاد میکنه که قانون ایجاد میکنه، اینا هست که راهنمود کاری میتونه برای کشور باشه. قضا متاسفانه وجدان است که وجدان یک قوت هم امروز زیاد زنده نیست، حداقل میتونه سکس العملی داشته باشه تحت چتر حکومت آمده. به هر حال میگذاریم، پارلمان یک قوه جداگانه هست، اینا هویتشان، صلاحیتهایشان، تواناییشان، کارکردشان باید متفاوت از حکومت باشه. اینا مثل ما نیستن، اینا مثل یک ساختار تجارتی دیگه نیستن، اینا یک قدرت بزرگ هستند در این نظام و به عنوان نمایندگان مردم سه مسئولیت بزرگشان نمایندگی از مکلین، نظارت از کارکردهای حکومت و وضع قانون. حالا چقدر به این مورد پرداختن؟ با تاسف باید بگویم من همیشه خوشبین می بودم، ولی امروز می خواهیم با تاسف بگویم که کمکاری ها در نمایندگی از مردم از مکلینشان بسیار زیاد بودن، بنا به دلال امنیتی، بنا به ای که برنامه داشتن. پارلمان نتانسته در این مسئله خاص تا امروز اراده مردم را تمثیل کنه. تنها و تنها و اتکا کردن به برداشت های خود ما را به جایی نمی رسانه. ما یک وقت بعض از ترنینگ ها را زمین سازی کردم در پارلمان. یک دیپارتمنت به نام دیپارتمنت تحقیق است و توقع ما این بود که وکیل صاحبا هر موردی که بس میکنن برن به اون دیپارتمنت مراجعه کنن، شاید هنوزم باشه که یک تحقیق صورت بگیره در مورد هر فرمان اتاها که واقعیت از چی قرار است. چهار جوانب تحقیق مشخص شد
بعد اینا رای بدن، تصمیم گیری کنن. یعنی حالا بدون تحقیق میان رای مثبت و منفی میتن؟ ما میخواییم یک نقطه رو براتون بگویم. ماده 83 خون بگذاریم به هر حالش، ولی ماده 97 تکرار مطالعه کنین، چرا بیشتر از یک مفرمان و تأخیر مواجه شده در داخل پارلمان؟ های نقص قانون نیست؟ برین یک بار مراجعه کنین. بازم چرا ما خود بیشتر وابسته ساختیم به فرمانی که مربوط به قانون تشکیل صلاحیت ها میشه؟ ما دو قانون داریم برای انتخابات، قانون تشکیل صلاحیت ها و قانون پروسه، که تعدیلات پیشنهادی بیشتر مربوط به قانون پروسه میشه که به اساس ماده 109 قانون اساسی شامل آجندای پارلمان نمیشه، اگرچه از سال گذشته، ولی مصلحت همی بوده که این ماده قانون اساسی در نظر گرفته شه. ما از حکومت دفاع نمیکنیم. حکومت متاسفانه اگر بریم به بالا نگاه کنیم، یک مدیریت سیاسی بسیار پیچیده و ضعیف و زمانگیر داره که ناامید کننده است برای مدیریت کنترل اوضاع در کشور. اما نمایندگان؟ نماینده اینا وقتی که میبینی شما دیروز یک تصویر خیلی خوب از خود دادن. ما هیچ قضاوت نمیکنم و به خود هیچ حق نمیدم. شما ببینید دیروز، اگر اجازه بدین کوتاه ما یک برداشت اشاره کنم. دیروز نصابی که دیروز بود در پارلمان خیلی از روزها نبود و ما مطمئن هستم که وکیل صاحب ما موافقه دهیم. ما کسایی میشناسم که روزها حضور نداشت، دیروز دهی بس حضور داشتن. یک مسئله. دلایلی که ارائه شد، من احترام دارم شخصا بر همگی، ولی من مجبور هستم، مکلف هستم اینجا مسلکی برخورد کنم با قضا. دلایلی که ارائه شد متاسفانه دلایل منطقی نبوده. ما یک مثال براتون میدم. یک دلیلی بود که بس 50-50 مطرح میشه. بابا این 50-50 یک اتهام میتونه باشه، یک فکر میتونه باشه، یک نظریه میتونه باشه، یک منار سیاسی میتونه باشه، یک پیشبینی میتونه باشه، یک گمان میتونه باشه، اما هنوز به یک حقیقت مبدل نشده. چرا ما این شکست قبل از قبل میپذیریم که اگر ما این کار کنیم 50-50 میباشن، اگر این کارم کنیم 50-50 میرسن؟ ما هنوز قبل از اینکه یک حادثه اتفاق افتاد ما او را میپذیریم، ذهنیت سازی برش میکنیم در ذهن ما، به خاطر اینکه غیر مستقیم مانع برای عملی سازی اصلاحات انتخاباتی شد. مسئله دوم، دلایل دیگه که در اوج مطرح شد ناشی از عدم مدیریت ای بس در داخل پارلمان و در داخل کمیسیون ها بوده، ولی دلیل بیشتری نبوده که چرا این تصویب نشد. ولی جلسه دیروز طوری مهندسی شده بود که عرج و مرج بیشتر شود، قابل مدیریت نباشه و به یک نحوه به طریق انداخته شد. حالا دلایلش اجازه بدین که بانو شاداب چی میخواین بگن؟ بانو شاداب موافقه هستین واقعا جلسه برنامه ریزی شده بوده؟ مسئله اول را باید بگویم که همین تقسیم قدرت را ما قسمی که شاهد هستیم در تمام ازره ها، متاسفانه حکومت دوسری افغانستان تقسیم قدرت را داره. در کشمکش تقسیم قدرت متاسفانه تا به حال را هم ما کابینه تکمیل نداریم. یک موضوع، موضوع ای که تأخیر یک ما در شورای ملی فرمان آمده و برای یک ما تکمیل شده و در جلسه عمومی، جلسه‌ای که دیروز ما داشتیم متاسفانه ای که به نتیجه نرسیدیم، یا رد میشد یا تایید، چون فرمان هست. کمیسیون مربوطه با تأسف بسیار ضعیف عمل کردن. یعنی همگی علاقه داشتن که به اگر رأی مثبت دارن یا منفی استفاده میکردن یا استعمال میکردن که کمیسیون مربوطه، حتی همین کمیسیون هایی که در کمیسیون های مشترک یا در جلسات مشترک حضور داشتن، بارهای بار که ما تاکید میکنیم که یک بار نام از کمیسیون ها گرفته شود، متاسفانه نتونستن حتی نام کمیسیون ها را بگیرن. ای نه سازماندهی بلکه کلگی علاقه مند بودن و به طرفداری از این طرح فرمان شاید یک عده بسیار قلیلی وجود داشتن که میخواستن امی فرمان تایید شود، ولی اکثریت کل اعضا قطعا علاقه نداشتن، به خاطری که میگفتن خلاف قانون هست. ای که چرا دو هفته دیرتر بشه رسید و ای که در قسمت فکر یا اندیشه و گمان زنی، ما از گمان دیگه فراتر پیش رفتیم. ما میفهمیم که قدرت در افغانستان چون فرصت ما تمام است بانو شاداب، و وقتی که تقسیمات کرسی های پارلمان را
پارلمان کرسی های پارلمان ولسی جرگه که نمایندگی از مردم بکنن ایره در بین یک عده از سران حکومتی تقسیم شود، شما او پارلمان آینده را چی فکر میکنید؟ چون فرصت ما تمام است، پیکر بلنده مردمای عادی، مردمایی که در هیچ کدام از احزاب ارتباط ندارن، همه طور یک چیزی را در تصور خود میارید. حالا اتحادیه حقوقدانان افغانستان این کار شما را خیانت ملی میخوانه، واقعا خیانت کردین شما؟ به نظر من خب هر کس، من پیشتر گفتم که آزادی بیان است، هر کس بی پشتوانه هر حرفی که داره میگه، اما این را فکر نمی کنن که اگر پارلمان افغانستان در آینده نزدیک اگر انتخابات دایر شود دو اعضای مثلا حزب اسلامی، مثلا جمعیت، مثلا حرکت و جنبش و غیره و غیره، و دو رئیس حکومت فعلی هر کدام حق خود را بگیرن و او پارلمان دیگه پارلمانی نخواهد بود که ممنون. جناب ایشان و سایر ملت ممنون. افغانستان از او توقع برده باشه. لطف کردین آقای عبدالله، در یک جمله اگر بگین آینده فرمان تقنینی را چگونه میبینین؟ من یک دقیقه هم اجازه وقت بدین، من میخوام تمام است خیلی کوتاه. مگر بس نظر شخصی می بود، من با احترامی که برای وکیل صاحب، برای وکیلا دارم، هیچ وقت نمیگفتم، ولی این گفتگو گفتگوی نهاد است، نهاد وابسته به یک سلسله یافته ها گپای خودم میزنه و من حرفای نهاد براتون میگم. حالا براتون میگم که ما از جزئیات بیشتر متاسفانه ما که میبینیم مطالعه دقیق از جزئیات بیشتر کلی پکیج یا بسته اصلاحات انتخاباتی توسط تعداد بیشتر وکلا صورت نگرفته و در ضمن خیلی ها هدفمندانه برخورد کردن نسبت به این فرمان. یکی از هدف تولید زمان برای خودش بوده، ایجاد زمان برای خودش بوده و حکومت هم در این شریک است، حکومت هم نمیخواد که انتخابات رئیس جمهوری زود برگزار شود و به یک نحوه دیگه گروپ های بیرونی کار کرده با اقتدار از وکلا. چرا واقعیت رو ما از مردم پنهان میکنیم؟ من این چیزها رو از شکم خود برتان نمیگم، اگر لازم باشه، اگر فرمان تصویب نشه، باز ما و افراد اسمش آزاده ستیفا افشا میکنم که از او باز مردم اونا رو نفرین کنن، یک درس باشه برای پارلمان های آینده افغانستان. ممنونتان آقای عبدالله و بانو شاداب، لطف کردین تشریف آوردین و برنامه پس از خبر امشب ما هم در همین جا پایان رسید. تا دیدار بعد، الله حافظ.